حقوق بشر از ادعا تا عمل. با درود گرم بر بینندگان تلویزیون برابری، ده دسامبر سال روز تصویب منشور حقوق بشر است. در این حال ده دسامبر سال روز مرگ نوبل، بنیانگذار جایزه نوبل است که هر سال در این روز در چند رشته به خدمتگزاران بشری جایزه نوبل عطا می شود. در سال 1948 نمایندگان 51 کشور جهان که کشورهای نمایندگان ایران، عراق، افغانستان، سوریه، ترکیه و دو کشور تازه استقلال هند و پاکستان هم از شمار آنها بودند، بر این منشور صحه گذاشتند بدون اینکه این منشور را در درون کشور خود تصویب کنند و به عنوان حقوق موضوع به اجرا در بیارند. اما شماری از کشورهای جهان این اعلامیه را تصویب نمودند و در درون کشور اونها و به این اعتبار برون از کشور اونها جنبه قانونیت داره. ببینیم این مدعیان حقوق بشر که به هر بهانه‌ای از آن دم میزنن در عمل چگونه پایبندی دارند. نگاه کنیم به ماده اول. تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادرانه رفتار کنند. البته این هم جنبه مرسالاری است، اگر نمیتونست برادرانه و خواهرانه. ماده دو، هر کس میتواند به هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت، با هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و همه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردند. حالا نگاه میکنیم هبت الله آخوندزاده، امیر خودگزیده افغانستان یا خلیفه دولت اسلامی افغانستان، فرمودند که زن باید انسان به شمار آید. شاعر می گفت از کرامات شیخ ما عجب بین که خرما خورد و گفت شیرین است. تازه آقا یادش افتاده که زن هم انسانه. اما اون ور قضیه، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در افغانستان این مسئله را مثبت می خواند. یعنی انگار که خلیفه به یه زن هم انسانه، مگه قرار شد زن چه باشه؟ این در واقع با این بهانه جاده صاف کنه این هستن که دولت اسلامی افغانستان رو به رسمیت بشناسن، دولتی که رسماً حقوق زنان را پایمال میکنه، حقوق اکثریت مردم را پایمال میکنه، حق انتخاب و نمایندگی را سلب میکنه و در واقع هیچ حقوقی برای شهروندان جز اطاعت کردن از دولت اسلامی و خلیفه اسلامی قائل نیست. نگاه دیگری بندازیم به مسئله پناهندگی.
ماده 14 این منشور میگوید در برابر شکنجه، تعقیب و آزار هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگری را دارد. خب، ماده به این روشنی. اما چه کشوری به پناهجویان پناه می دهد؟ ظاهر قضیه این است که کسانی که تحت تعقیب هستند به یک کشور امن باید پناه ببرند که در این حال اون کشور مثل کشور خود سرکوبگر و خشن نباشه و اینها را به مبدا خود برنگردانه. جدای از این که کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برمیگردانند، اما اصل قضیه این است که پناهجویان به کجا پناه ببرند. در طی سالهای گذشته سالانه چند هزار نفر در مدیترانه غرق می شوند. اجازه ندارند با وسایل نقلیه مطمئن مثل کشتی یا خودرو یا هواپیما وارد کشورهای اروپایی بشن. میبایستی به شکل قاچاق و غیر قانونی وارد آمریکا، کانادا یا کشورهای اروپایی بشن یا استرالیا یا ژاپن. همین دو هفته پیش بود که شماری از پناهجویانی که از فرانسه با یک وسیله ابتدایی از کشتی‌های باردی به سمت انگلیس می‌رفتن در این تنگه بین فرانسه و انگلیس غرق شدند. نه دولت فرانسه مسئولیت این جنایت را بر عهده گرفت و نه دولت انگلیس که راه را بر اونا بسته بود. پیش از دو ماه است که چند هزار پناهجو از کشور عراق، سوریه، ایران، افغانستان و یمن خود را به جمهوری بلاروس رساندند تا از طریق مرز کشورهای بالتیک و یا لهستان وارد کشورهای اروپایی بشن. اگرچه هیچ یک از این پناهجویان تمایلی به اقامت در کشورهای عضو بالتیک و یا لهستان ندارند، اما این کشورها به دور مرز بلاروس دیوار کشیدن، نیروی نظامی مستقر کردن و از ورود پناهجویان جلوگیری میکنن. در چند نوبت که پناهجویان موفق شدن حصار سیمی را بشکنن، با تعرض ارتش و نیروهای انتظامی این کشورها بار دیگر بلاروس برگردوندن. در این شرایط دشوار همچنان امیدی به ورود به کشورهای اروپایی ندارن، در حالی که هستی و نیستی خود را به هستی و نیستی خود چوب حراج زدن تا خود را برای یک زندگی بهتر به اروپا برسونند. نگاه میکنیم به ماده 25 از منشور حقوق بشر. هر شخص حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانوادهش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل مستقل از اراده خیش
وسائل امرار معاش را از دست داده باشند از تأمین اجتماعی بهرمند گردند. 80 میلیون نفر بر اساس آمار رسمی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد آوار هستند و این 80 میلیون نفر بدون اینکه خود اراده ای داشته باشند امروز برای ادامه زندگی درمانده هستند، اما زندگی اونها را کسی تأمین نمی کنه. کمک های سازمان ملل متحد به حد اقلی از اینها می رسه، اما بیش از 50 میلیون از این جمعیت همچنان از دریافت هر گونه کمکی محرومند. در سال گذشته یعنی سال 2020 میلادی که دنیا با بیماری کرونا درگیر بود 561 میلیارد دلار سلاح و مهمات نظامی به فروش رفته است و بزرگترین تولید کننده در درجه اول ایالات متحده آمریکاست که به تنهایی بیش از 255 میلیارد دلار اسلحه تولید کرده و به فروش رسانده است. این سلاح‌ها وقتی در کشورهای دیگه را میفته آوارگی به وجود میاره و مسئولش فروشندگان و دلالان سلاح هستند. بگذاریم کشورهای دیگری هم به هر حال مثل فرانسه، انگلیس، روسیه، چین، کره جنوبی، ژاپن، سوئیس، اتریش، سوئد، ایتالیا، فنلاند و چند کشور دیگر و از همانتر بریتانیا به سهم خود در این معامله ضد بشری مشارکت تام دارند. پس اونجایی که نقض حقوق بشر هست بایستی یک مسئولی داشته باشه. اما بخش دیگر از مهاجرت جهان به سمت استرالیا و به سمت آمریکا هست که استرالیا از مرز به دریا می‌ریزه، به قایقایی که از کشورهای همسایه با چند هزار کیلومتر از اندونزی و مالزی حرکت می‌کنند به سواحل خود را نمیده. آمریکا در دوره ترامپ درخواست نمود چند میلیارد دریافت کنه که در جنوب این کشور دیوار بنا کنه و بخشی از این کمک را کنگره آمریکا تصویب کرد و همکنون آمریکا دیوار مهمی در جنوب این کشور بنا نموده که تا مرز کالیفرنیا رسیده است. ایالت تگزاس و چند ایالت دیگر را دیوار کشیده و چندان بعید نیست در آینده به دور ایالت کالیفرنیا هم این دیوار کشیده بشه. پناهجویانی که از آمریکای جنوبی و مرکزی به سمت آمریکا میان در مکزیک با سد عبور مواجه میشن، توسط پلیس و نیروی نظامی مکزیک به کشور خودشون برگشته میشه. فقر کشورهای آمریکای لاتین ناشی از سیاست مستقیم آمریکاست. ایالات متحده آمریکای لاتین را صندوقخانه اختصاصی میدونه. از زمان اعلامیه مونروه 1823 تا به امروز آمریکا به غارت کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی ادامه میده.
دولت های دست نشانده، حکومت های دست نشانده، مهره های CIA یکی پس از دیگری اوضاع را در این کشورها بر عهده می گیرند و اساره جان شهروندان را می کشند و شهروندان جز فرار از کشور چاره دیگری ندارند. نه اشتغال هست، نه کار هست، نه کمک اجتماعی هست. سبک جدیدی که پیدا کردن که قبلا در کشورهای اروپایی با شکست روبرو شده، چندین نوبت کسانی که با تانکر عبور کردن در تانکر مردن در کشورهای اروپایی، در یونان و چند کشور دیگر جنازه اونها از خودرو خارج شد. این سبک الان به آمریکای لاتین کشیده. در ماه گذشته پلیس مکزیکو، یعنی پایتخت مکزیک، دو کامیون را که حامل 600 نفر بودند کشف نمود. این 600 نفر از گواتمالا و هندوراس بودند و بلافاصله پس از کشف اونها از کامیون پیاده شدند. راننده های کامیون و کمک راننده بازداشت، کامیون مصادره و پناهجویان بینوا به کشور خود عودت داده شدند. حادثه مشابهی باز هم از پناهجویان گواتمالایی و چند کشور دیگه با کامیون به عنوان مواد غذایی قرار شده است که از مرز مکزیک وارد آمریکا شوند. اما در داخل مکزیک بر اثر یک تصادف ماشین واژگون میشه و شمار زیادی از پناهجویان که گویا بیش از 150 نفر از آنها تلف شد. پس این منشور حقوق بشر که حق مهاجرت و اقامت در کشور دیگری را میده کجاست و کی پشتیبانش؟ اما در سال روز حقوق بشر بعد نمیدونم به یک مسئله دیگر که همکنون در جهان حاد هست اشاره کنم. ماجرای بازداشت جولیان استنج، مدیر سایت ویکلیکس. جولیان استنج که شهروند استرالیایی است و در لندن اقامت داشت، البته همزم لندن داشت، با توجه به این که در انگلیس آزادی مطبوعات وجود داره، آزادی عقیده وجود داره و ظاهراً انگلیس یک کشور دموکراتی است که حقوق اولیه دموکراسی را رعایت میکنه و این سایت در چارچوب حقوقی بریتانیا به فعالیت ادامه داده. ایالات متحده آمریکا با اقدام تجاوزخانه به خاک عراق و اشغال یک کشور مستقل جدای از ماهیت رژیم صدام بدون تجویز سازمان ملل متحد و تایید شورای امنیت به بهانه سلاح مخربی که وجود خارجی نداشت به اشغال این کشور پرداخت. اما چارچوب حقوق اشغالگری را رعایت نکرد. به موجب در واقع قوانین جنگی میبایستی کشور اشغالگر و نظامیان اشغالگر با مردم کشور تحت اشغال به شیوه انسانی رفتار کنند. حق تجاوز به مال، اموال، دارایی اونها را ندارند. اما از طرف سربازان آمریکایی، نظامیان آمریکایی و متحدینش این چارچوب رعایت نشد. در واقع اخبار و گزارش‌های جنایت
آمریکا در عراق به پنتاگون رسید و در پنتاگون توسط یک فردی که در پنتاگون حضور داشت مسئله افشا شد. افشای این قضیه در سایت موجب شد که در واقع جهان پی ببره چه جنایتی در عراق روی میده. ادوارد سنودون که یک متخصص اینفورماتیک و در ستاد نیروهای مسلح آمریکا پنتاگون کار میکرد، این اسناد جنایت را در اختیار سایت گذاشت و سایت ویکسلی این را پخش کرد. البته ادوارد سنودن موفق شد به هنگ کنگ پرواز کنه و از هنگ کنگ از روسیه درخواست پناهندگی کنه و تحت حمایت دولت روسیه و شخص پوتین قرار گرفت و از تعرض آمریکا مسئول ماند. اما جولیان سانج نتونست از انگلیس خارج بشه. نخست این که یک زنی از سوئد که مهاجر کوبایی و همکار CIA هست به بهانه این که از طریق وی مورد تجاوز قرار گرفته به دادگاه سوئد شکایت نمود و دادگاه سوئد از انگلیس درخواست نمود که وی را به سوئد تحویل بده و بیم آن میرم که از سوئد تحویل آمریکا بشه. پس از این که دادگاه در مراحلی برگزار شد، ویلیام اسنج به ناچار به سفارت اکوادور پناه برد که رئیس جمهور اون کشور، رئیس جمهور وقت اون کشور، شخصی دموکرات بود و به وی پناهندگی سیاسی داد. اگرچه نتوانست از سفارت خارج بشه و در این حال از جانب کارمندان سفارت که به نحوی دست نشانده آمریکا بودند سخت تحت فشار قرار گرفت، در یک اتاق کوچک 2.5 در 3 در واقع در سفارت هم به شکلی 7 سال در زندان بود. اما با تغییر رئیس جمهور سفارت اکوادور وی را اخراج کرد تا پلیس اسکاتلند یارد او را بازداشت کنه. و جالب این که ایالات متحده آمریکا درخواست نمود که وی را تحویل آمریکا بدن و اینک دادگاهی در انگلیس پذیرفته. خیلی ادعای دادگاه مضحک، واقعا خنده داره. همه اعلام کردن که اگر ویلیام اسنج به آمریکا تحویل بشه 100 سال زندان در انتظار اوست. دادگاه قبلی که تایید کرده بود این به علت بیماری نمیتونه زندان بکشه، اینک یک قاضی دیگری اعلام کرده نه، میتونه زندان بکشه، شرایط زندان آمریکا به گونه ای که گزارش کردن خوب است. نگاه میکنیم به اعلامیه حقوق بشر، ماده 19 میگه هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و کسب و اجازه دریافت و انتشار اطلاعات و افکار
به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. پس جولیان اسنج از این آزادی برخوردار بوده. امروز قاضی انگلیس نمیگه که این از آزادی استفاده کرده. دختر 14 ساله عراقی مورد تجاوز 2 تن از سربازان آمریکایی قرار گرفته و پس از تجاوز مورد اصابت گلوله. کجای این ربطی به امور امنیتی داره؟ تجاوز آشکار به یک دختر 14 ساله و افشای قضیه در سایت ویکلیکس. و قاضی انگلیسی بدون توجه به این مسائل، چون ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که این فرد بایستی به آمریکا تبعیده، اعلام میکنه میتونه زندان را هم بکشه. به یک ماده دیگری بد نیست که اشاره کنم. ماده 11 منشور حقوق بشر میگه هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب میشود تا هنگامی که در جریان محاکمه علنی که در آن تمام تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد. تا این لحظه که من با شما سخن میگویم، در هیچ دادگاهی مجرمیت ویلیام اسنج تایید نشده. هیچ دادگاهی او را محکوم و محاکمه نکرده، در هیچ دادگاهی حضور پیدا نکرده. اگر قرار است دادگاهی رسیدگی کنه، چون دعوی بین یک فرد و یک دولت هست، میبایستی به دادگاه صالحه دیگری رجوع بشه. و امروز دادگاه انگلیس میبایستی به اصل قضیه رسیدگی کنه. تمام اسنادی که در سایت ویکلیس منتشر شده آیا واقعیت داشته یا نه؟ ایالات متحده آمریکا به کشور عراق تجاوز نظامی کرده. هر اقدامی که انجام داده در چارچوب قانونیت نیست و مستلزم مجازات. بوش و همکاران اون بایستی در یک دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات بشن. بنا نیست کشوری که قدرت داره هر کاری میخواد انجام بده و وقتی افشا بشه افشاگرش میکنن. تمام بشریت ترقی‌خواه امروز مسئولیت دارند که برای آزادی ویلیام اسنج مبارزه کنند. تمام دولت‌های اروپایی و اتحاد اروپا در برابر این آزمایش هستند. اگر این شخص را تحویل ایالات متحده آمریکا بدن، بایستی فاتحه آزادی حتی در این چارچوب لیبرالی را هم خوند. وقتی که ایالات متحده قادر باشد جلوگیری کنند از افشای جنایت جنگی، و چه انتظاری از جمهوری اسلامی یا اسرائیل یا افغانستان باید داشت؟ در جنگ ها جنایت جنگی صورت میگیره
و این جنایت جنگی محکومه. بنا نیست که افشای این جنایات جنگی مجازات زندان داشته باشه، مجازات بازداشت داشته باشه و افرادی که تحت پیگرد هستن به استثنای جولیان اسانج چند نفر دیگر هم هستن، اونها هم میبایستی تحت حمایت قرار بگیرن. شورای امنیت سازمان ملل بایستی محکوم کنه این اقدام را، اگرچه ایالات متحده حق وتو داره، اما میبایستی این قضیه در یک چارچوب منطقی توسط کشورهای اروپایی تعقیب بشه. مسئله بسیار حیاتی است. وقتی ایالات متحده آمریکا امکان داشته باشه یک منتقدی را از کشور دیگر رونده، دیگه چه انتظاری از عربستان سعودی میشه داشت که منتقد خودش در کنسولگریش در استانبول به قتل میرسانه، یا جمهوری اسلامی که مخالفینش رو در خیابانهای اروپایی ترور میکنه به استثنای ترور داخلی. این مسائلی که مطرح شد در واقع بیانگر یک واقعیتی است. منشور حقوق بشر شده ملعبه دست این و اون در چارچوبی که معین شده. خود کشورهای وفادار به اون پایبندی نشون نمیدن. ایالات متحده آمریکا خود میبایستی به این منشور پایبندی نشون بده. یکی از اصول پایبندیش این است که تن بده بر این که ویلیام سونج در یک دادگاه عادلانه در یک کشور بیطرف و اون اسناد خودشو به دادگاهی در انگلیس بیاره، نه اینکه درخواست اعدام کنه به عنوان جنایتکار جنگی، به عنوان جاسوس. هیچ کدام از این چارچوب ها نمیخوره. حتی اگر مسئله مطرح بشه برمیگرده به پنتاگون، برنمیگرده به ناشر، به مطبوعاتی که هر خبری را در اون بذارن اجازه داره انتشار کنه. آزادی رسانه ای، آزادی اخبار جزئی از آزادی مطبوعاته و سایت امروز یک رسانه اجتماعی است. همون حقوقی که روزنامه نگار داره، همون حقوق برای گرداننده سایت و نویسنده سایت هم ملحوظ هست. این در واقع اصولی است که متاسفانه پایبندی جدی به اون نشون نمیدند. ابتدایی ترین حق را که حق دفاع است از انسان ها سلب میکنن. حق مهاجرت را پیش از 40 سال کشورهای غربی از اردوگاه سوسیالیستی انتقاد میکردند که اجازه مهاجرت نمیده، چرا دیوار برلین بنا شده؟ اما امروز که میخوان مهاجرت کنن 7 دیوار میکشن. دیواری که لهستان به دور خود کشیده از دیوار برلین، عبور از اون از دیوار برلین دشوارتر است. در دیوار برلین اگر کسی نردبان میذاشت میتونست به راحتی صعود و فرود داشته باشه، اما از 30 متر حصار سیمی لهستان هیچ پرنده هم نمیتونه عبور کنه، تا چه برسه به انسان. وقتی که عرض این دیوار 30 متر حصار سیمی است، میشه حساب کرد که بر پناهجویان چه میگذره. وقتی که قایقا در مدیترانه غرق میشه و کسی به کمک نمیره، وقتی کشتی حامل مسافران هفته ها در مدیترانه
و دریای منش سرگردانه و به بندری را نمیدن، اون وقت معنی حق مهاجرت و معنی پناهجویی در چارچوب حقوق بشر اوریانتر خود را نشون میده که حقوق بشر حتی از جانب مدعیان اون چقدر در واقع تفاوت داره از ادعا تا عمل. البته چارچوب حقوق بشر اگرچه نواقصی داره، اما میتونه یک چارچوب مترقیانه باشه برای کشوری مثل ما که هیچ حقی برای کسی قائل نیستن، یا کشوری مثل عربستان یا کشوری مثل افغانستان. رعایت چارچوب حقوق بشر میتونه برای مردم نقطه امیدی باشه. اما وقتی که مدعیان حقوق بشر خود ناقض حقوق بشر هستن، نمیتونن از نقض کنندگان کلیت حقوق بشر درخواست رعایت داشته باشند. برای زیر فشار گذاشتن کشورهای ناقض حقوق بشر، نخست میبایستی کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای دیگری که مدعی هستند چارچوب حقوق بشر را پذیرفتند، خود به اون پایبندی نشان دهند.